بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، من سید محمد موسوی هستم، 63 سالمه. بله، حدود 43 ساله که ازدواج کردم با خانومم. نحوه آشنایی که با خانوم داشتیم از بعد پدر بزرگای ما و پدر بزرگای اینا آشنایی داشتن. بعد اینا عراق زندگی میکردن، یعنی پدرش از 5 سالگی رفت و در عراق دیگه همونجا ازدواج کرد و ایشون وقتی اومده تهران ایران، یعنی اومده 8 سالش بوده زمانی که صدام بیرون کرد، 8 ساله دیگه اومده ایران دیگه. بعد دیگه تو این چون از قدیم با هم آشنا بودن رفت آمد داشتن دیگه، ما هم رفت آمد کردیم برای فامیلیت اون چنان نده. زهرای منصوری هستم، 58 سالمه و فامیلیت هم با ایشون اینه که عمه پدر من زن بابای پدر ایشون. به 8 سالم بود اومدم ایران، زمانی که اومدم ایران یه دونه تک فرزندم پرورده ندارم. زمانی که اومدیم ایران دیگه نسبت فامیلی پدر ایشون که مثلا بابا بزرگشون مثلا با پدر بزرگ من به حساب فامیل بودن دیگه رفت آمد و اینها. من 10 سالم توی 11 سال بودم، برای ایشون منو نامزد کردن، تو سن 14 سالگی هم ازدواج کردم. من 19 سالگی ازدواج کردم، 20 سالگی اولین فرزندم به دنیا اومد که سال 57. بعد 5 تا فرزند دارم، همشون پسرم. بعد بچه ها یکی در میون اینطوری شده، مثلا پسر بزرگ سالمه، بعدش که سید علیه که خود مشکل پیدا کرده، بعد سید جوادمونه که اونم سالمه، بعد میان هادی و مهدی. سید هادی و سید مهدی دو قلو هم، قل اول سید هادیه، قل دوم سید مهدیه. دوتا فرزندم رو تو خونه به دنیا آوردم، اولی و دومی رو که علی باشه تو خونه به دنیا آوردن، وایسن هیچی نزدم. و زمانی که سید جوادم دنیا اومد این میخواست بره به حساب مدرسه، تازه متوجه شدم که معلولیت ذهنی دار، یعنی یه چیزایی چیز بود ولی اصلا نمیدونستم معلولیت یعنی چی. خدایش اینو نمیدونستم. خیلی مثلا مریض میشد، دوشش چرک میومد، اذیت میشدم، میبردم، زبونش دیر باز شد، خیلی چیز کردم برگردن از گوشش، عمل کردن گوشش رو. بعد 5 سالش بود که زبانش باز شد. تا 5 سالگی دستمونو میگیره میبردمون مثلا غذا میخواست میگو مثلا گشنمه، اینطوری بود. دکتر هیچی به هم نمیگفت، ولی خب نسبت به اولیم که 9 ماش بود صحبت کرد، قشنگ 9 ماهگی را میرفت، قشنگ سر 9 ماه زبان باز کردش، هیچ مشکلی نداشتش. ماشاءالله از نظر ضربات هوشی خیلی بالا بود، ولی ایشون تو دوران بارداری من زمانی بودش که بمبارون میشدش. حالا نمیدونم وقتی دنیا اومد صحیح و سالم بود، حالا تو خونه بود ولی خب متوجه بودم. تا 40 روزم هیچ عیب و نقصی نداشت. 40 روز شروع کرد شیرکه میخورد بالا میورد، زنده بالا میورد، زبان که باز نکرد بردم به حساب دکتر به این میگفت فکر میکنم یه چیزی هست ولی نمیدونم الان مثلا نمیتونم نتیجه قطعی رو بهت بگم و اینا. تا زمانی که خواست بره مدرسه، اون موقع که خواست بره مدرسه مثلا الان تست نمیکردن، میرفتیم ثبت نام میکردن میرفتن مدرسه. وقتی بردم ثبت نامش کنم گفتن که ایشون موندگی ذهنی داره و نمیتونه با عادی ها درس خونه، باید ببرش استثنایی. 5 سالم اینو بردمش مدرسه ولی هیچ یاد نگرفت. خیلی دکتر رفتم، پیش دکتر بردم، روان پزشک بردم، گفتار درمان رفتم برای باز شدن زمانش، هرچی میبردم. خیلی ببخشی تخم کفترش دادم، همه به این میگفتن دوره جون این لاره، کره، لاره، من شنوایش چیز میکردم میدیدم خوبه. این که بردم یه دکتر به هم گفت که این لوزه داره باید عمل بشه. وقتی که رفتم بیمارستان سوم شعبان که لوزه رو عمل کنم، اون دکتر تشخیص داد که این زبان باز نشدنش از گوششه، باید گوشش هم عمل بشه. هر دو رو با هم عمل کرد. عمل که تموم شد دقیقاً 20 روز بعدش شروع کرد به صحبت کردن. ولی الانم که الان ایشون 40 سالشه هنوز تکلمش خیلی قشنگ و واضح نیستش، یعنی گیر داره تو صحبت کردنش.
میخواد مثلا شاید یه چیزی به شما بگه کاملا نمیتونه، میخواییم مثلا نماز رو یادش بدیم نمیتونه یاد بگیره، میخونه همیشه سر وقت صبح و ظهر و شب مثلا یعنی نماز میخونه همه هم دوره که عتی ماه رمضون یعنی تا نماز نمیخون سر صفره نمیره، رکوع نمیره سجده میره، اینجوری نماز خوندنش. سید هادی وقتی که 7 سالش بود یه تشنج بدون تب هم کرد، بعد از اون تشنج اوجاش خرابتر، بعد از اون تشنجه خیلی یعنی خیلی من انقدر بردمش دیگه دکتر و دارو بهش میدادم تا اینی که دیگه خود دکتر گفت داروها دیگه بر بدن این تاثیر نداره، بی خودم اثیر نکن خودت، ما مغز اعصابم بود فقط باید هر موقع مثلا چیزی چه میشه و اینها مراقبش مثلا باشید، سعی کنین عصبانیش نکنین، سعی کنین چیز نشه به این طور، چون این داروها بدتر داره مخربش میکنه. این با فک و فامیل و با مثلا بچه پسرخاله دارم اینا خیلی ارتباطش بهتره، ایشون مثلا ارتباطش اینطوری بهتره، اون نه اون اصلا تو با هیچ کس نمیتونم بفهمم، هنوز که 40 سالش کردم نمیتونم بفهمم، چیز نیست، آرومه، به کسی جایش میبری کاری نداره، مثلا ببریش بردیش نبردیش نبردیش اینجوریه، هیچی ارتباط نمیده. برقرار میکنه با هر کسی، مثلا ارتباط برقرار میکنه ها، ولی مثلا مثل این نه، ولی ایشون مثلا با مثلا افراد فامیلم نزدیک، بچهای پسرخالم مثلا اینا خیلی هم خیلی دوستش دارن، بچهای دخترمون هم ایشون رو خیلی دوست دارن، هم ایشون اونا رو خیلی دوست داره. اینو گفتن یود نرسیده، اینو گفتن تو زمان جنگ بود ترسیده، درخواست کردن برای کارشون بهزیستی، خانمه به هم گفتش که مثلا سختت دوتا و اینا میخوای مثلا بذارشون بهزیستی، گفتم نه اینا فرشته های خونه من هم. من خیلی اینا فرشته های همه چیز خونه من، زندگی من مثلا اینا تا زمانی که زنده و بتونم که مثلا به قول اسوانی ها رگی گردنم تکون میخوره خودم نگرشون میدارم، زمانی که دیگه اگر مردم بعد از من نمیخوام زیر دست کسی بیافتن، دوست دارم که یه جایی راحت زندگی کنن، زیر دست حتی نمیخوام برادرشون بیافتن. ولی وقتی که بردمش پیش یه دکتر قرفانی بود، چی بود؟ تو بیمارستان مفید اینا رو همان گرفت ریخت تو سر آشغالی، گفت اینا چیه دادن به این، این 4 سال 5 سال طول میکشه تا اینو بتونی به حالت عادی در بیاری، ترمیم بشه بچه رو با این تو چجوری اینو نگه میداشتی؟ برای اعصاب و اینا بود، برای اعصاب و اینا بود، گفت تو چجوری این چند وقت اینو نگه داشتی؟ گفتم با کتک، این بدبخت کتک میخورد، شیرینی خودش رو داره، همیشه تو فکر این هستم که با خدای خودم میگم خدایا هر سختی که الان برای اینا میبینم، اینا سیدم هستن، انشالله روز قیامت پاسخ کارای اگر هر کاری میکنم روز قیامت بهم بده. الان این دنیا که خیلی محل گذره، هر چی باشه سخت باشه آسون باشه میگذره، اون دنیاست که آدم میره و گیره، همیشه اینو میگم، میگم جدشون هر چی میخواد بهم بده تو اون دنیا بهم. باید کسی داشته باشه تا به درد کسی بفهمه، ببین باید کسی بچه‌ای داشته باشه تا درد کسی رو بفهمه. من الان مثلا نداشته باشم میام مثلا فرض کن شما که بچه داری به شما همه چیز میگم، تیکه میندازم فلان میکنم، شما نداری، من ندارم، شما داری، تیکه میندازم بهتون، ولی تا کسی نداشته باشه درک نمیکنه که پدر مادر اگه یکی حد پشت سر بچه‌ش بزنه چی میکشه.